سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. وزارت ترانسپورت تلاش دارد تا تصدی ملی بس را یک بار دیگر فعال سازد. مسئولان این وزارت میگویند که برای رسیدن به این هدف کارها آغاز شده است. سکتور خصوصی با ابراز شک در عملی شدن این تصمیم میگویند وزارت ترانسپورت توانایی ارائه خدمات معیاری را ندارد. آنان خواهان سپردن ملی بس به سکتور خصوصی اند. با گذشت 18 سال از نظام جدید در افغانستان، اکنون هم این کشور به شمول پایتخت ترانسپورت سرتاسری و منظم ندارد. وزارت ترانسپورت تلاش دارد تا تصدی ملی بس را یک بار دیگر فعال سازد. معین این وزارت میگوید ترمیم بس های این تصدی با کمک هند ادامه دارد تا برای مردم خدمات شهری بهتر ارائه شود. ترانسپورت وزارت او د ملی بس تصدی پدې هوډی چې څنګه موږ بیرته کولای شو د ملی بس سیستم په ټول افغانستان کې مخصوصا د کابل په ښار کې فعال کو، او هغه وړی موټر چې بیل جواز بیل کم هغه نه دوی دغه ترانسپورت نه استفاده کوي او غنګونه یو ستوند ایجاد کړی ده. دا څنګه له خیر سره پای ته ورسو. سکتور خصوصی تعهد همکاری مشروط در این بخش دارد. ولی که په دغه ځای کې په زربنا کې ورسره د دولت کومک وسیږي او داسې یو شی زه فکر کوم سکتور خصوصی به هم دی تعذیری، ولی موږ په عمومي په ترانسپورت کې ستونزه لرو. اتحادیه شرکت های ترانسپورتی میگوید که اگر حکومت در نظر داشته باشد که خدمات معیاری را به مردم ارائه کند، حاضر به سرمایه گذاری در این بخش است. دا ظرفیت موجود ده او موږ داوطلبانه دې تعذیری کو. مخکم رئیس جمهور ته ویلي، هغه هم هدایت ده و چې تاسې خود ظرف وسایط په ښار کې بیروبار جوړئ، تاسې په بسونو باندې سرمایه ګذاري وکړئ. مګر وزارت ترانسپورت په خپلو مشکلاتو کې ده، په خپلو تشکیلاتو کې را د کدام بندر مقرر کړم او څه وکړم، په دغه کارونو کې دوی مصروف دي او دوی یو توجه نه کوي چې دا سیستم منظم او ښه فعال شي. با باور شماری از آگاهان اقتصادی، اگر تصدی ملی بس به سکتور خصوصی واگذار شود، سرمایه گذاری در این تصدی خواهد شد. برخی کارخانه‌داران بلخی میگویند عدم پشتیبانی دولت و مردم از تولیدات داخلی، نبود بازار فروش و بلند بودن مالیه از عواملی است که سبب شده آنان کار تولیدات کارخانه هایشان را متوقف سازند. در همین حال رئیس صنعت و تجارت بلخ واردات کالاهای غیرقانونی را عامل کاهش تولیدات داخلی عنوان می کند و از تلاش ها جهت حل این معضل سخن می زند. یکی از کارخانه های تولیدی آرد در شهر مزار از مدت به این سو غیر فعال است. با گفته مسئولان در این کارخانه نزدیک به 2 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. اما واردات اجناس مشابه تولیدات داخلی از کشورهای بیرونی و عدم پشتیبانی دولت و مردم از تولیدات داخلی و همچنان بلند بودن مالیه عوامل است که سبب شده که فعالیت این کارخانه توقف یابد. مشکل عمده ما نبود مواد خام است. فعلاً گندم خیلی قیمتش رفته بالا و در بازار واسه گندم میاد، ما اگر به 230 و 235 دلار می خریدیم تونه، الان به 290 285 دلار گندم شده. برخی کارکنان این کارخانه میگویند روزانه 120 تن آرد وطنی تولید داشتند و برای دست کم 50 تن زمین اشتغال فراهم بود. اینان اما حالا نگران از توقف فعالیت کارخانه و جستجوی کار هستند. مشکلات زیاده به بار میاره. مثلا کارمندی که اونجا کار میکنه او از خود فامیل داره، مثلا اگر اون نتونه کار کرده باز نفقه فامیل هم برایشان مشکل پیدا میشه که نمیتونه با کار بکنه. ناگزیر است که نیروی کاری ما آهسته آهسته از بین میره. ما هم نگران چی هستیم؟ نگران هستیم دیگه، به خاطر که کار نیست دیگه، نیست، مجبور است که نگران باشیم. از خود روز و روزگار و نفقه داریم دیگه. در این حال مسئولان ریاست صنعت و تجارت بلخ از واردات کالاهای غیر قانونی به بازارهای افغانستان نگرانند و میگن این کار سبب شده است تا شمار از کارخانه ها از فعالیت باز بماند. با این حال آنان از تلاش ها جهت حل موزل موجود سخن میزنند. کالاهایی که اونا تولید میکنن به داخل مارکت ما از طریق راه های غیر قانونی داخل کشور میشه، اینا تاثیرات منفی خود داره و نمیتونه رقابت بکنه. همکنون بیش از 300 کارخانه کوچک و بزرگ در ولایت بلخ فعال است.
بازرگانان بلخی میگویند اگر جلوی واردات غیر قانونی گرفته نشود شمار زیاد از کارخانه های این ولایت غیر فعال خواهد شد. در پی قطع شدن برق وارداتی کشور ایران به هرات، فعالیت اکثر شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی هرات متوقف شده است. کارخانه داران شهرک صنعتی تاکید دارند نبود برق باعث خسارات مالی زیاد برای آنها شده است. برخی کارگران شهرک صنعتی نیز میگویند شمار زیادی از کارگران به خاطر تعطیلی کارخانه ها به گونه موقت بیکار شدند. اینجا منطقه قدوس آباد ولسوالی کهسان هرات است، جایی که در پی وقوع گردباد و طوفان صدکل خط انتقال برق ایران به هرات تخریب شده است. قطع شدن برق ایران بیشتر از نیمی از شهر هرات را از داشتن انرژی برق محروم کرده است. مشکلات برق هم زیاد مشکلات دارم، تمام امکانات آله و برق خیلی به عذابم. حساب گرما مردم خنکی میخوانم، ناجور دارم، خیلی ضرورت داریم حساب برق. اعضای شورای ولایتی هرات تلاش کارمندان شرکت برق را به خاطر ترمیم دکل‌ها قابل قبول می‌دانند، اما از مسئولان شرکت مرکزی برق افغانستان می‌خواهند امکانات لازم را برای ترمیم دکل‌ها و وصل شدن دوباره جریان برق ایران به هرات در اختیار مسئولان شرکت برق این ولایت قرار دهند. چیزی که به توان دارد، چیزی که امکاناتی که به دست دارم برای ترمیم از این دکل به زودترین فرصت کنمی برق همشهریان موقت نشه. در این قسمت در ریاست برشگاه ما میخواییم همکاری که از شورای ولایتی، چیزی که از شورای ولایتی ساخته میشه، کاملا در خدمت ریاست برشگاه هستیم. در این میان مسئولان شرکت برق هرات میگویند آنان به شدت تلاش دارند صدکل تخریب شده در اثر طوفان را به زودترین فرصت ترمیم کرده و برق وارداتی کشور ایران را دست کم تا 4 روز دیگر وصل کنند، اما ترمیم اساسی دکل ها 1 هفته زمان خواهد گرفت. کار ترمیم تاورها طوری که ما گزارش داده شده کار طولانی تر است و وقت گیرتر، اما ما راه های دیگر جستجو میکنیم که انشاءالله بتانیم که برق مجدداً به زودی وصل بکنیم و همشهریان عزیز از نعمت برق مستفید بسازیم. گفته نیست که انرژی برق مورد نیاز هرات از طریق خطوط انتقال برق وارداتی از کشورهای ایران و ترکمنستان تامین می شود، اما در پی قطع شدن برق وارداتی ایران، برق وارداتی ترکمنستان به گونه نوبتی برای مشترکان شرکت برق هرات توزیع می شود. طی 18 ماه گذشته بیش از 100 فارم ماهی پروری در زون شمال از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت فعال شده است. از این میان 10 فارم ماهی پروری در ولایت بلخ فعال است که به گفته مسئولان هر فارم در 1 سال گنجایش و امکانات پرورش و عرضه 80 تن ماهی را دارا است. در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ 10 فارم پرورش ماهی و 1 فارم تولید چشم ماهی فعال است. هر ماهی در این فارم ها پرورش می‌یابد، حداقل 1 کیلوگرام وزن دارد و از کیفیت بالای نسبت به انواع وارداتی آن برخوردار است. سروی 20 تا 30 فارم دیگر در ولایت بلخ آغاز می‌کنیم که هر فارم در سایه 1 جریب می باشه که ما بتانیم این فارم ها را آهسته آهسته فارم های تجارتی را ترویج بسازیم و مردم عادت بکنن که یک عواید بسیار زیاد چشمگیر برای خود دهقان ما است. اینجا یکی از فارم های ماهی پروری ولایت بلخ است که 18 ماه قبل فعال گردیده و تاکنون 8 تن ماهی پرورش داده و به بازار عرضه کرده. هر کیلوی این ماهی ها 300 الی 400 افغانی به فروش میرسد. ما 6000 ماهی انداختیم، 1.5 سال شده، در حدود 7 الی 8 تن ماهی ما داریم. اگر شما بسیار در قیمت ارزان چکنی شاید 8 لگ افغانی یا زیادتر هم از او شود در 1 جریب زمین. اما فارمداران بلخی با کمبود مواد خوراکی برای ماهی ها روبروند. آنان میگن مواد خوراکی ماهی های فارمی از کشورهای ایران و پاکستان وارد میشود. با گفته فارمداران اگر مسئولان زراعت در این زمینه همکاری کنند، سالانه قادر به تولید 10000 ماهی در هر فارم خواهند بود. مشکلاتی ما فعلا داریم فقط کمبود غذای از است که غذای از این از پاکستان و ایران و
خارج می ما غذا را نداریم، اگر می غذا کتی ما کمک شد شاید ماهی ما در یک سال رشد بکنه و بازار عرضه شد. ماهی مورد نیاز مردمان شمال در سال 500 تن است و سالانه به ارزش 30 میلیون دلار ماهی از کشورهای بیرونی به شمال افغانستان وارد می شود. در این حال مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری می گویند در شمال کشور بیش از 100 فارم ماهی پروری فعال است. بودجه انکشافی سال 1397 در ولایت قندهار 95% در پروژه های اساسی مصرف شده است. مسئولان محلی قندهار می گویند که در سال گذشته مالی 51 میلیون دلار به این ولایت اختصاص یافته بود که تا ختم سال مصرف خواهد شد. به گفته آنان صدها فرصت کاری نیز در این سال ایجاد شده است. بسیاری اوقات بودجه انکشافی در زمان مناسب به دسترس مسئولان ولایتی قرار نمی گیرد و به همین دلیل به مصرف نمی رسد. اما سرپرست ولایت قندهار می گوید که در سال گذشته مالی بودجه 51 میلیون دلار در دسترس آنان در زمان مناسب قرار گرفته است و تا کنون 95% آن به مصرف رسیده است. به گفته وی کار 49 پروژه اساسی ختم شده و 69 پروژه دیگر تا اخیر همین سال تکمیل خواهند شد. زینی اساسی پروژه چهنگ پستی برخی که زینی کلینو کنه پنجره پنجوائی شاوی کورچ که جور سوی دی پا تعلیم برخی که زینی مکاتب دی احاقه جور سوی دی او دزارت پا برخی که زینی چکرمون دی یا زینی نور پروژه دی چی دزونو کار در جریان دانی دی زینی تکمیل سوی دی. پروژه های مانند ساختمان برای مکاتب، ساختمان برای ادارات، کانال های آب، خدمات صحی و برخی پروژه های دیگر شامل بودند که برای 7000 تن زمینه کار نیز مساعد شد. در محل خلق بوده در کار زمینه مساعدی جهر پا مختلف برخی که نو تبی خبر در کلی چی یا پروژه عملی که جهر تا پسند که خلق بوده در کار زمینه مساعدی جه. با این حال باشندگان قندهار از تطبیق این پروژه ها راضی اند. دلته د نامري د وجې څه اټس وکم نس وای راتلای وس مرته د ولسی تورن د خاصه شوکو په بار بار ډېر ډېر کارونه سوي دي مرته دای د پروژې من در سوي دي امنیت شوکر دي چې راغلي دي زمر د کلی خلک او زمر د علاقه خلک د ولسی تورن په دغه کار باندې دغه وس ډېر خوشاله دي او اخته په دلته نامني وی واجه د کارونه نه کېدل وس واجه شکر دي الحمدلله کارونه شروع دي بندونه د پخېږي. مسئولان محلی قندهار میگویند که وضعیت نسبی خوب امنیتی در سال روان نیز باعث تطبیق پروژه ها شده است. وزارت صنعت و تجارت از طرح تازه برای افزایش صادرات و واردات خبر می دهد. مسئولان در این وزارت می گویند که در کنار دهلیزهای هوایی مسیرهای انتقالات به خارج از کشور را نیز ایجاد خواهند کرد. در همین حال آگاهان می گویند مسیرهای انتقالاتی زمینی به نفع اقتصادی است. رئیس جمهور غنی از نهادهای مسئول حکومتی خواسته است که با طرح‌های مؤثر مسیر انتقالات زمینی را بیشتر سازند. در همین حال وزارت صنعت و تجارت می‌گوید طرح‌هایی را برای ایجاد مسیرهای انتقالات زمینی روی دست دارند. دا دلیزونه دلاجوارد دهلیز ده بلد چابهار ده بندر لار نه ده بلد ازبکستان لار نه چین ده قزاقستان ده چه مون آلتا یو ترنم لار د ازبکستان ده او کولای شي چې د پاکستان نه د بردر واقعتاری نه هندستان تلاش دلار ده. اتاق صنعت و معادن میگوید که مسیرهای زمینی به نفع اقتصاد است. طبیعی منابع د افغانستان څه معادن چی دی دی مخه مشتری چین کیدای شي هند کیدای شي مخته لبل ارخه دغه د دو میشتو یا د وی میشت مزل دی هغه د لارې د بحر د لارې چې ایران ته یا مثلا همداسې اروپا ته په دوو میاشتو کې یا په 15 ورځو کې یو کنټینر رسیږي که چیرې د دغې خط نه کار واخیستلی شي د اروپا سه موږ په تقریبا د ترین د لارې په 15 ورځو کې چین وصل کیدای شي. اما برخی از آگاهان اقتصادی میگویند مسیرهای زمینی برای رشد اقتصاد حیاتی هن. اما باید طرح‌ها برای ایجاد این مسیرها عملی باشند تا نمادین و در شعار.
بسته‌بندی غیر معیاری زعفران بازار فروش این محصول را در خارج از کشور صدمه زده است. مسئولان در وزارت زراعت میگویند تا زمانی که زعفران افغانستان با معیارهای جهانی بسته‌بندی نشود، در بازارهای جهان جایگاه بهتر پیدا نخواهد کرد. وزارت زراعت میگوید که در سال جاری خورشیدی 16 متریک تن زعفران تولید شده است. نصیر احمد درانی وزیر زراعت امیدواری میکند که بیش از 90% زعفران تولید شده به کشورهای مختلف صادر میشود. ما حاضر هستیم زعفران ترویج بکنیم. ما حاضر هستیم تولیدش بالا بره. ما حاضر هستیم در کمیت و کیفیت با شما کمک کنیم. حاضر هستیم دیاقین شما را به اکسپوژر ویزیتا روان بکنیم. همین سال ما به ایران و به هندوستان روان کردم. آقای درانی افزوده که در دو سال گذشته در بخش‌های تولید و بسته‌بندی و صادرات زعفران پیشرفت‌های چشمگیر صورت گرفته. به خاطر جلوگیری صادرات زعفران ایران، به خاطر جلوگیری از واردات زعفران بی کیفیت ایران، ما مجبور و مکلف هستیم که یک سلسله قیودات وضع کنیم. هر صادرکننده زعفران که به خاطر تقاضای صادرات به پیش ما میآید، ما باید اول که وزارت زراعت دقیق را هماهنگ کنیم که این زعفران واقعی افغانستان است یا نیست. پیشنهاد ما این است که تلاش بکنند در قسمت عقد قراردادشان امو استانداردهای جهانی را در نظر بگیرند که خدا نخواسته صبر و دچار منازعه و مشکل نشوند. شماری از نهادهای حامی سرمایه گذاران از حکومت میخواهند که برای رشد زعفران در بیرون از کشور بازاریابی کنند. کشور خود ترکیه بر ما وعده سپردن که قبلا زعفران از کشورهای همسایه ما خریداری میکردن و اینا به چین صادر میکردن. امسال وعده سپردن که این تمام خریداری از طریق خود افغانستان میشه و به لوگوی خود افغانستان ای به چین صادر خواهد شد. بر بنیاد آمار وزارت زراعت در سال 1397 در مقایسه با سال گذشته 100% در تولید زعفران در کشور افزایش به میان آمده است. قرارداد 323 میلیون دلار کمک میان وزارت مالیه و بانک جهانی امضا شد. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که این پول در سه پروژه مهم ملی مصرف می شود. با باور آنان این پروژه ها زمینه فقر زدایی و کار را مهیا خواهد کرد. وزارت مالیه در نظر دارد با کمک بانک جهانی سه پروژه بزرگ ملی را راه اندازی کند. هزینه این پروژه ها 325 میلیون دلار است که از سوی بانک جهانی به شکل کمک بلاعوض پرداخته می شود. به گفته مسئولان وزارت مالیه این کمک در بخش های سرمایه گذاری در شهرداری ها و انکشاف آنها، کاریابی در نهادهای دولتی در سرتاسر کشور و برنامه تغییر حکومت مصرف می شود. مسئولان در وزارت مالیه می گویند که در برنامه کاریابی نقش سکتور خصوصی زنده است و به همین دلیل حمایت برخی کشورها از سکتور خصوصی جریان دارد. یک کشور برای ما 100 میلیون دلار کمک میکنه. اگر او 100 میلیون دلار شکل مصرف شود که بتواند 500 یا 1 میلیارد یا زیادتر میلیارد دلار را برای ما در سرمایه‌گذاری خصوصی در افغانستان بتواند آورده، البته تاثیر از او بالاتر میباشه. رئیس بانک جهانی در کابل از ادامه کمک های این بانک در برنامه اصلاحات در نهادهای حکومتی اطمینان می دهد. با گفته وای از این طریق مبارزه خوب با بیکاری و فقر در افغانستان می شود. ما کمک و همکاری خود را با حکومت افغانستان ادامه می دهیم تا اینجا برای مردم زمینه کار مهیا شود. با سکتور خصوصی نیز همکاری شود تا نقش خود را در ایجاد کار ایفا کنند. وزارت مالیه می گوید تلاش دارند تا برای سرمایه گذاری بیشتر با سکتور خصوصی همکاری کنند تا زمینه کار مهیا شود. کمپاین نهالشانی در ولایت سرپل از سوی مسئولان ریاست زراعت این ولایت آغاز شد. رئیس زراعت سرپل می گوید در این کمپاین به همکاری ریاست محیط زیست و شهرداری این ولایت 10,000 اصل نهال در مرکز سرپل غرس می شود. به گفته این مسئولان تا 4 سال گذشته نزدیک به 150,000 اصل نهال در سرپل غرس شده، اما بیشتر این نهال ها بنابر بی توجهی خشکیده شدند. در کمپاین نهالشانی که از سوی ریاست زراعت در سرپل آغاز شده، قرار است 10,000 اصل نهال در سطح شهر غرس گردد.
رئیس زراعت سرپل بر حفظ و نگهداری نالهای غرض شده تاکید نموده میگوید تا چند سال اخیر نالهای غرض شده در این ولایت به دلیل خشکسالی و بی‌توجهی مردم و مسئولان خشکیده است. اداره زراعت طبق پلانی که داره و به همکاری ادارات زیرب و کمیته سرسبزی که ایجاد گردیده در حدود 10,000 اصلاً حالا آماده توزیع می باشه که بر سرسبزی محیط زیست طبق طرز العمل اداره بوده در اختیار ادارات قرار. هرچند مسئولان شهرداری و محیط زیست سرپل علت خشکیدن نالها را خشکسالی سال گذشته عنوان می کنند، اما وعده می سپارند در قسمت حفظ و نگهداری نالها تلاش خواهند نمود. در سال گذشته که ما نالها را شاندیم مکمل آب در سطح شهر وجود نداشت، ما آب رسانده نتانستیم چون دریاها و جویهایی که بود همه خشکیده بودن، آب وجود نداشت. بنابرای همی و وقت نهالچانی هم گذشته بود، محصیل که برای ما نهال آورده بودن او هم از تقریبا وقتش سپری شده بود، از امیل لحاظ نهالها مثمر نبود، سمر بخش نبود. این سال ما خواستیم نهالی را از خود شهر سرپل از ریاست محترم زراعت بگیریم و نهالشانی را شروع کنیم، انشاءالله این مثمر و سمر بخش خواهد بود. کل سال خشک میشه، شاید هم بعضی کمکاری های ادارات شامل از او باشه، اما اکثر نهال هایی که در اینجا وارد میشه بعضی نهال ها یا عدم توافقش با محیط بوده یا بعضی مشکلات دیگه داشته که این نهال ها نگرفت. بر اساس گزارش ها تا 4 سال گذشته در سطح سرپل بیش از 150,000 اصل نهال در کمپاین های نهالشانی غرض شده، اما 70% این نهال ها خشکیده است. کار قریزی جاده شهرک صفا در شهر مزار به طول نزدیک به 3 کیلومتر با هزینه 46 میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف اتحاد آغاز شد. همزمان با این مسئولان احیا و انکشاف اتحاد در بلخ جاده 2 کیلومتری منطقه دشت شور مزار شریف را به بهره برداری سپردند. کار قریزی شهرک صفا در شهر مزار از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات آغاز شد. عبدالباسط عینی رئیس انکشاف دهات بلخ میگوید جاده این شهرک به طول 2.9 کیلومتر و به ارزش 46 میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته خواهد شد. یک سرک دیگه در قسمت شهرک صفا با 2.9 کیلومتر از طریق برنامه راه‌سازی وزارت احیا و انکشاف دهات با هزینه 46 میلیون افغانی کارش امروز آغاز می‌گردد. کار قریزی جاده عمومی منطقه دشت شور مزار شریف نیز پس از یک سال تکمیل و اکنون از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات بلخ افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. در سال‌های قبل از اثر بارندگی‌های شدید شمار از خانه‌های این منطقه ویران می‌شد و باشندگان محل با مشکلات زیادی روبرو بودند. اکنون باشندگان دشت شور از قریزی این جاده استقبال میکنند. سرک ما جور شده، انشاءالله بسیار به خوبی رفت آمد میکنیم. موترها همیشه به خدمت ماست و مردم ما همیشه راحت است و راحت شدن. یک مریضی و یک مشکلاتی که داریم ولی به زودترین فرصت حل کرده میتونیم. هر ساله شما شاهد بودین که به اینجا سیل زیاد میامد، خانه های زیادی را تخریب میکرد و خرابی زیاد میکرد و فعلا که الحمدلله سرک ما قیر شده خیلی خوب است. جاده دشت شور به طول 2 کیلومتر و به ارزش 1.7 میلیون دلار از سوی کشور آلمان ساخته شده است. خب بیننده های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.